نقطه حساسیه که وقتی مرد میبینه تحریک میشه. خب ما به خانوما توصیه میکنیم، خانمای محترم، اون دو بار در هفته ای که شما دیگه زمان رابطه است، سه روز الان چهار روز از رابطه قبلیتون گذشته، الان احساس میکنی هم خودت وقتش هم شوهرت نیاز داره، ولی ممکنه مشغله ها نظره اون شب رو که احساس به ارتباط میکنی و میخوای میل در مرد ایجاد کنی، یه دامن چاکدار بپوش، دامن چاکدار بپوش که وقتی راه میری پشت پات، پشت زانوی پات رو شوهرت ببینه تحریک میشه. بعد دامن کوتاه بپوش تا رانهای پات رو ببینه شوهرت، تحریک بشه. بعد میای جلوش میشینی، پاتو بنداز رو هم دیگه، روبروش میشین، اولا کنارش نشین، برو روبروش میشین، بعد پاتو بنداز رو هم دیگه، رانه های پای شما رو مردت ببینه، تحریک میشه. بعد یکی از نقاط حساس بدن زن که مرد رو تحریک میکنه زیر بغلا و قسمتی از سینه های زنه. لذا ما به خانم میگیم خانم های محترم، اون دو شب رو تاپ بپوش، شما لباسای تحریک کننده بگو شوهرت ببینه، میل در او ایجاد بشه. آقا طول هفته این کار رو بکنیم یا دو بار در هفته. یه اشتباه بزرگی که بعضی از خانم ها میکنن در طول هفته دائم لباس های تحریک کننده، آرایش های غلیظ، این غلطه، چون حس زیبا شناختی مرد از طریق چشش ارضا میشه. دائم زنش اینجوری ببینه اشباع میشه، لذت نمیبره. آب کم جو، من به خانم ها میگم خانم های محترم، آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. این تشنگی مرد تو حفظ کن، این لباس های تحریک کننده دو بار در هفته، آراستگی همیشه، لباس تمیز همیشه، موهای شانه زده همیشه، دندانهای مسواک زده همیشه، آراستگی همیشه، ولی آرایش خاص لباس های تحریک کننده دو بار در هفته، همون دوباری که میخوای به همسرت نزدیک بشی. خانم های محترم دقت داشته باشن، اونایی که بدنشون سپیده، لباس زیر مشکی به شدت مرد رو تحریک میکنه. اونایی که بدنشون سفیده، لباس زیر مشکی و بعد اون دامن کوتاه رو پوشیدن یا دامن پوشیدن به گونه‌ای هستش که این لباس زیرشون دیده میشه برای مردشون، سعی کنن نشون بدن یه جورایی این لباس زیر رو، عمدن به مردشون نشون بدن تا در مرد میل ایجاد بشه. و خانم‌هایی که سبزن یا گندمیان، لباس زیر سفید تحریک کننده است برای مرد. آرایش، اون دو شب خانم‌ها آرایش کنن، رژ لب، رنگ‌های متنوع، ریمل برای مژه‌هاشون، سایه چشم، مدل مو، اینا خیلی خیلی مهمه. بعد لاک روی ناخن